سلام جمعه 11 آذر 92 دسامبر 2011 میلادی در مورد ده موضوع امروز صحبت می‌کنم. موضوع اول اینکه دانشجویان 25 واحد دانشگاه آزاد اسلامی از سراسر کشور مشترکاً اطلاعیه‌ای صادر کردند و حمله به سفارت بریتانیا رو محکوم کردند این دانشجویان هم مثل دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشجویی گفتند که ثبت این قبیل اعمال به نام دانشجویان جفایی بزرگ در حق این قشر فهیم و توهین به شعور دانشجویان زمنان گفتند که چهره هایی که ما همیشه در سرکوب دانشجویان میدیدیمشون در این قائله نقشافرین بود نکته دوم این که چهل دیپلمات خارجی مقیم تهران از مجتمع مسکونی سفارت بریتانیا در باغ غلحک و سفارت خونشون در خیابان فردوسی بازدید کردند و به قول خودشون گفتند که از دیدن خرابی ها شوکه شدن یکی از دیپلماتها ها توصیف کرده که تابلوها پاره شده بود کامپیوترها خرد شده بود وارد آپارتمان زندگی خصوصی دیپلماتها شده بودند و تخریب کرده بودند بر حال پلیس مانع از ورود خبرنگاران همراه دیپلماتها ها شد و جالبه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگاران خارجی در تهران گفته حق ندارند گزارش از طرفداران حکومت که باز هم جلوی سفارت بریتانیا گاهی شعار میدن تهیه بکن یکی از دلایل این کار میتونه اختلاف بین دولت و این گروه ها باشه ضمن اینکه افتضاحی که به بار اومده نمیخوان بیش از این سرایت بکنه به دنیا نکته سوم اینکه در بین مهاجمینی که به سفارت بریتانیا حمله کردن ظاهرا اختلاف و انشعاب شده اون گروه های بسیجی که یک شورای داشتند به نام دانشجویان پیرو خط ولایت کاملا تقلید از دانشجویان پیرو خط امام که اون موقع گروگانگیری در سفارت امریکا کردند ظاهرا به دنبال اختلافی که وجود شد، به وجود اومده بخشی از اونها تحت عنوان متحسنین لانه فتنگری روباه پیر جدا شدند از اونها که پسر آقای سفار هم در بین اونهاست و بسیار تندروتر از شورای اولیه هستند ظاهرا بخشی از اون جمعی که این کار رو کردن فهمیدند که افتضاح به بار اومده و خسارات بزرگی به کشور خورده و شاید خیلی کسا در کشور اونها رو سرزنش دارن میکنند اما این بخش جدا شده معتقده که حتی سفرای کشورهای اروپایی که از ایران رفتند حق ندارن برگردن و دارن تدارکات هم میکنن که از دیپلماتهای های ایرانی که از انگلیس برمیگردند استقبال بکنه نکته چهارم اینکه که خانم رخشان بنی اعتماد به همراه جعفر پناهی و محمد نوریزاد تن از فیلمسازان ایرانی در نامه مشترکی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه مطرح سه موضوع رو مطرح کردن یکی اینکه خواستار آزادی مشتبه میر تحماس شدن فیلم ساز که هنوز در بنده دوم اینکه خواستند که بی آبرویی که در حق مستند سازان شده جبران بشه و سوم اینکه دلجویی بشه از خانواده هاشون و مستند سازان به درستی مطرح کردن این فیلم سازان که چگونه است که در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومنی نام هیچ کس مطرح نمیشه اما در دستگیری فیلمسازان بلافاصله با اسم و رسم و تهمت جاسوسی و غیره و غیره از طرف مقامات قضایی و مطبوعات موضوع مطرح میشه و خواستار برخورد با اونها شد نکته پنجم اینکه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در جلسه دیروز پنجشنبه تصویب کردند که 180 شخصیت حقوقی و حقیقی دیگر ایرانی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا بشن قرار لیست این شخصیت های حقیقی و حقوقی امروز اعلام بشه اما در خصوص تحریم نفت و گاز و بانک مرکزی ایران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافق نرسیدن چون تصمیمات اتحادیه اروپا به اتفاق آرا گرفته میشه و از اونجا که یونان مخالف تحریم نفت و گاز ایرانه چون نفت مجانی از ایران دریافت میکنه و همینطور اسپانیا و پرتغال دو کشوری که از ایران نفت میخرند و نگران هستند که از بازارهای دیگه نتونن تعمین بکنن به حال این پیشنهاد رای نیورده وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که با یونان صحبت خواهند کرد و سعی میکنن اون رو قانع کنن همینطور پرتغال و اسپانیا رو که بازار دنیا صدمه ای نخواهد خورد به حال بریتانیا هم که محکم ایستاده بود که به قول وزیر خارجش قلب مالی ایران رو باید نشونه گرفت بانک مرکزی رو باید تحریم کرد نتوانستند در اجلاس وزرای خارجه تاج اروپا به تصویب برسونند و رأی بیارند قرار از گفتگوها در این مورد ادامه پیدا کنند نکته ششم که دادستان کل آلمان در مورد نوشته روزنامه بیلت این کشور که گفته ایران طرحی داشته که به پادگان پایگاه های نظامی آمریکا در آلمان حمله بکنه اعلام کرده که این زن و گمان ها قراره در قوه قضایی آلمان و از طریق مراجع قضایی رسیدگی و بررسی بشه نکته هفتم این که از زندان کارون اهواز خبر میرسه که طی دو شب متبالی نیمه شب ساعت یک, یک بعد از نیمه شب گارد ویژه زندان به بند یک این زندان حمله کردند که که محل نگهداری زندانیان سیاسی زندانیان را همه را به حیات منتقل کردند و اساسی اونها رو گشتن رو و زیر و رو کردند نکته هشتم این که رئیس سازمان زندان ها اعلام کرده پنجا و هفت درصد ورودی های به زندان اعم از اینکه زندانی مواد مخدر باشند یا زندانیان مالی یا حتی دعوه های خانوادگی و غیر و غیره در تست اولیه که می معتاد هستند پنجا و هفت درصد کسانی که به زندان میرن وقتی از تست اعتیاد معتاد بیرون میان میشه احتمال داد که شیوع این بلای خانمان سوز در چه حدی در سطح جامعه گسترده است نکته نهم اینکه روز گذشته دلار از مرز 1350 تومان هم گذشت و با نرخ رسمی 1087 تومان در واقع 263 تومان اختلاف پیدا کرد مسئله سقوط ریال که عامل اصلی افزایش قیمت دلار محسوب میشه به دلیل حجم نقدینگی 350 هزار میلیارد تومانی و عوامل دیگه تورمزا باز هم ادامه پیدا خواهد کرد نکته دهم ده اینکه وزیر اقتصاد لبنان اعلام کرد که روز اعلام کرد که کشورش در تحریم های علیه سوریه مشارکت خواهد کرد قبلا لبنان از در تحریم اتحادیه عرب شرکت نکرده بود و تحریم سوریه رو رد کرده بود احتمال داره که این موضع جدید وزیر اقتصاد لبنان محل دعوا و نزاع هم در داخل دولت و هم در سطح جامعه بشه چرا که هم سوریه هم ایران در لبنان دست ها و امکاناتی دارند که میتونن این تصمیم رو به چالش بخونن <applause> سازمان همکاری کشورهای اسلامی در اجلاسی خودشون که داشتن به اتفاق به اکثریت از سوریه خواستن که به طرح اتحادیه عرب تسلیم بشه و تمکین بکنه آقای صالحی هم که در این اجلاس شرکت داشته در واقع در اقلیت کامل در دفاع از رژیم سعودی قرار گرفت جالبه که ایشون مطرح کرده که متاسفانه همراهان حق در طول تاریخ کم بودند ظاهرا از دید آقای صالحی و دولت مطبوع او رژیم خونریز و جنایتکار بشار اسد حق محسوب میشه آقای ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم ایران رو متهم کرده که در سرکوب های مردم سوریه همراه و همکار رژیم بشار اسد روزنامه از شرقال اوسط هم نوشته که بشار اسد بر سر دراهی است که یا راه بن علی رو انتخاب کنه یا راه غذافی رو اگر راه بن علی رو انتخاب کنه میتونه به یک کشوری بره و زنده بمونه اما راه غذافی در انتها کشته شدن خودش و پاره از اعضای خانوادش رو در پی دارنده که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی